بله، با سلام و درود بر همیهنان عزیز و درود بر آقای بهبهانی عزیز و عرض تشکر از این که این افتخار رو من میدم که با شما همیهنان عزیز یک بار دیگه رو در رو صحبت کنم. عرض کنم حضورتون بعد از تولد آقای بهبهانی که ما کتباً تبریک گفتیم به ایشون، حالا هم شفایی بهشون تبریک میگیم، این ماه ششمین سالگرد برنامه‌های بنده در میهن تیوی شروع میشه. به قول شاعر، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. و ضمناً یک موجود دیگه هم متولد میشه امروز به اسم ISMAP Quebec، یعنی ISMAP QUEBEC. ISMAP Quebec مدرسه‌ایه که من بنده باعث تولدش شدم و با فورسپس به زور متولد شد و مدرسه یه درباره آلترناتیو مدیسین، ناتوروپاتی و مشکل درمان مشکلات پا. همیهنان عزیز میتونن به این سایت مراجعه کنن، رو گوگل بزنن ISMAP Quebec، و در حال حاضر فقط برنامه های پادرمانی 100% به فارسی حاضره، ولی به زودی برنامه های دیگری هم هست که به فارسی حاضر خواهد شد. خب بعد از این تولد ها خدمت رو عرض کنم که هر دینی یه معجزه میخواد و ساعت محل کار بنده مرده بود و ما هم دست به دامن مذهب حقه پاناسونیک شدیم و با یک باتری پاناسونیک این ساعت مرده رو زنده کردیم. یعنی این البته این باتری نیست، این باتری ساعت نیست، باتری ساعت این کوچیکتره، منتها باتری یادم رفت بیارم اینو خونه داشتم. این باتری پاناسونیک مذهب حقه آقای خراسانی باعث شد که ساعت مرده دفتر بنده زنده بشه. پس این هم از معجزات مذهب حقه پاناسونیکه. خب حالا از شوخی بگذاریم بریم سر برنامه امروزمون. برنامه امروزمون درباره آلزهایمره. البته آقای خورسندی هم یه مدتی آلزهایمر گرفته بود و یه شعری به اسم آلزهایمر داره. بهتره که ما هم گاهی آلزهایمر بگیریم و بدیها رو فراموش کنیم. هرچی به ما بدی میکنه ما فراموش کنیم و به شعار همیشگیمون عمل کنیم که محبت را جهانی کنیم. و برای این که محبت رو جهانی کنیم، اینه که باید بدیهای دیگران، کسانی که ما بدی کردن، این رو فراموش کنیم و جاش خوبی بکنیم. به قول آقای خراسانی، طبق معمول هفهاتی قبل از شروع آلزهایمر، بنده سه تا از بانوان شهیر و موفق هموطنمون رو میخوام به شما معرفی کنم. اولیش خانم لیلا عراقیانه. یه دفعه قبلا درباره ایشون مختصری صحبت کردم چون اطلاعات کافی نداشتم. لیلا عراقیان معمار پل طبیعت، برنده معتبرترین جایزه معماری جهان در سال 2015. باعث افتخارن، درود بر ایشون. لیلا عراقیان متولد 1363 خورشیدی، مهندس و معمار اهل ایران است. شهرت او به خاطر معماری و طراحی پل طبیعت در تهران می باشد. لیلا عراقیان فارغ التحصیل معماری از دانشگاه شهید بهشتی است و در حال حاضر در سطح فوق لیسانس در دانشگاه بریتیش کولومبیا در ونکوور کانادا در حال ادامه تحصیل است. لیلا عراقیان از اعضای مؤسس شرکت سازه‌های پارچه‌ای دیوا نیز می باشد.
لیلا عراقیان در سال 1387 در مسابقه طراحی پل طبیعت شرکت کرد. در سال 1388 طرحش برگزیده شد. پل طبیعت در سال 1393 خورشیدی افتتاح گردید. پل طبیعت اثری هنری معماری از یک زن جوان معمار ایرانی در اختیار شهروندان تهران و توریست های این شهر قرار گرفت. پل طبیعت با 3 ستون در 3 طبقه و طراحی بی‌نظیر و چشم نواز، اولین پل صرفاً پیاده رو در ایران محسوب می شود که بوستان آب و آتش را به پارک جنگلی طالقانی متصل می کند. نکته دیگر در طراحی این پل این است که به گفته طراح جوان آن، از پل‌های تاریخی همچون پل خواجوی اصفهان در طراحی آن الهام گرفته شده است و تلفیقی از معماری مدرن جهانی و معماری سنتی ایرانی است. نکته دیگر این که این پل جزو 5 انتخاب برتر 300 معمار برجسته جهان در مسابقه معتبر معماری شهری جوایز معماری آفلوس در سال 2015 که مقر آن در نیویورک است انتخاب شد. لیلا عراقیان در بازسازی پوشش پارچه‌ای سقف و نمای استادیوم بی سی پولیس در ونکوور کانادا که توسط شرکت آلمانی های تکس تنستایل استرکچرز انجام شد به عنوان دستیار فنی فعالیت داشته است. همچنین لیلا در مسابقه طراحی فضاهای ورزشی دومین کنفرانس سازه و معماری 1390 برنده جایزه دوم شد و همچنین در مسابقات کوشک جهانی به همراه بابک رستمیان و علیرضا برهانی رتبه دوم را کسب نمود. او همچنین در دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه آمریکایی دبی و دانشگاه آنهالت آلمان سخنرانی‌هایی در زمینه تاریخچه سازه‌های پارچه‌ای در ایران، معرفی شرکت دیبا و پروژه پل طبیعت انجام داده است. این هم تصویر این بانوی ایرانی و تصویر کوچیکی از پلی که ایشون طراحی کردن. درود و افتخار بر همه بانوان ایرانی، مخصوصا بانوان شهیر و موفقی که بنده حضورتون معرفی میکنم. بانوی دومی که حضورتون معرفی میکنم با خانم آرزو حکیمی، نخستین و جوانترین بانوی قایقران ایرانی در المپیک. آرزو حکیمی مقدم متولد 29 فروردین 1374 یا 18 آوریل 1995 در تهران. وی در سال 1390 به تیم ملی قایقرانی ایران پیوست. جوانترین کایاک سوار دختر ایران است. او 3 مدال طلا و 1 مدال برنز در قهرمانی آسیا 2011 تهران 1390 و همچنین مقام 4 در رقابت‌های جوانان جهان در آلمان 2011 کسب کرده است. او جوانترین ورزشکار ایرانی در مسابقات المپیک 2012 لندن و نخستین بانوی قایقران ایرانی در رشته کایاک در المپیک است. آرزو حکیمی توانسته است برای نخستین بار یک کایاک سوار دختر ایرانی باشد که به طور همزمان در 2 مسافت این رشته به فینال آی مسابقات جهانی راه یابد. آرزو 6 سال به شنا پرداخته است اما در ادامه به قایقرانی روی آورده و در بازی‌های المپیک لندن در رشته قایقرانی شرکت کرد. آرزو دانش آموخته رشته ریاضی فیزیک است. او که شرکت در المپیک لندن را تجربه بزرگی برای خود می‌داند اظهار داشت: خانواده و دوستانم از اینکه توانستم به المپیک لندن بیایم بسیار خوشحال شدند.
نهایت تلاشم را برای کسب جواز حضور در المپیک 2016 و بازی‌های آسیایی انجام خواهم داد. حکیمی مقدم اظهار می‌دارد در اولین مسابقات لیگ تهران در 500 متر یک نفره که شرکت کرده بود مقام سوم را کسب کردم و بعد از آن در 500 متر و 1000 متر یک نقره گرفتم و دوم شدم و پس از آن در مسابقات قهرمانی کشور در سالهای 89، 90 و 91 مدال طلا گرفتم. در مسابقات آسیایی سال 90 که در تهران برگزار شد 3 مدال طلا در 500 متر، 200 متر و 1000 متر تک نفره گرفتم و ستاره مسابقات آسیایی شدم. حکیمی قبل از مسابقات آسیایی برای اولین بار به عنوان نماینده ایران در مسابقات جهانی شرکت کرد و در قایقرانی تک نفره 1000 متر چهارم جهان شد و در 200 متر به فینال راه یافت. آرزو که تمامی مراحل رشد در رشته قایقرانی را با تلاش وصف‌ناپذیر خود با موفقیت طی کرده است، اکنون که برای یکی دیگر از آزمون‌های بزرگ ورزشیش یعنی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو برزیل آماده می‌شود، با کم‌لطفی و عدم حمایت مسئولین ورزشی روبرو شده و حتی به اردوهای آماده‌سازی نیز اعزام نمی‌شود و حتی در یکی از تمرینات که بازوی آرزو شکست از خرید بازوبند برای او امتناع کردند که موجب رنجش مادر این بازوی المپیکی جهان شد، ولی با تمام توان سعی به تحقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ خود است و آرزوی موفقیت برای این بانوی شهیر و موفق که نمونه ای از زنان جوان با اراده است. شنیدید؟ قهرمانی که باید بره المپیک دست شکسته، حتی یک بازوبند بهش ندادن. حق دارن، زن فقط باید بچه بسازه. اونم تازه این گناه هم داره، این دوتا گناه کبیره داره، هم رشته ریاضی خونده هم رشته فیزیک. طرف گفته بود که بچه داری که انتگرال لازم نداره. بریم سراغ سومین بانوی شهیر و موفق ایرانی، لاله صدیق، متولد 27 بهمن 1355 در تهران، یک زن ورزشکار ایرانی در چند رشته از جمله اتومبیلرانی، سوارکاری و خلبانی می باشد و سابقه قهرمانی در رقابت‌های اتومبیلرانی، رالی بانوان و سوارکاری بانوان ایران را در کارنامه دارد. لاله صدیق نخستین زن در تاریخ ایران است که در یکی از رشته های ورزشی یعنی اتومبیلرانی به رقابت با مردان پرداخته است. وی همچنین به عنوان مسئول آموزش بخش بانوان فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران مشغول به فعالیت است. لاله نخستین فرزند یک خانواده 6 نفری است. وی هم اکنون ساکن تهران و دانشجوی دکترای مهندسی محصول است. لاله سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی را نیز در سابقه علمی خود دارد. لاله نفر اول رشته اتومبیلرانی در خاورمیانه و نفر سوم همین رشته در دنیا می باشد. بله، این بانوی موفق کسی است که نامش در کتاب مشهورترین زنان جهان نیز به ثبت رسیده است. به تمام این بانوان درود می فرستیم. این هم عکس این بانوی عزیز، یادم نیست اسم این عکس این بانوی کایاک سوار رو بهتون نشون دادم یا نه، در صورت اگرم نشون دادم یه دفعه دیگه ببینید بد نیست. این بانوی قهرمان رانندگیرم یه دفعه دیگه ببینید بد نیست. البته ایشون هم مجرم هستند، اون هم در سطح المپیک، چون ایشون هم دارن دکترای مهندسی میگیرن. خب حالا از همه این حرفا گذشته بریم سر برنامه پزشکیمون درباره بیماری آلزهایمر صحبت کنیم. البته من خودم
گاهی آلزایمر دارم، یادم میره 68 سالمه، یه کاری که تو 25 سالگی میکردم بازم میکنم، 4 روزم مثل خرچنگ را میرم، یه هفته هم کمردرد میگیرم. پس این اول از همه از خودم شروع کنم. بیماری آلزایمر یک بیماری دژنراتیوه، یعنی پس رونده است و بر اثر بالا رفتن سن به وجود میاد که به تدریج هوش و حواس شخص بیمار رو از بین میبره و این به علت از بین رفتن تدریجی سلول‌های عصبی در قسمتی از مغز که مرکز حافظه و گفتاره تولید میشه. با گذشت زمان شخص مبتلا بیشتر و بیشتر مشکل به یاد آوردن و شناسایی اشیاء و قیافه اطرافیانش را پیدا میکنه و معانی کلمات و اینکه در کجا باید ازش استفاده بشه را از دست میده. بیماری آلزایمر یک نوع بیعقلیه. اینجا بهش میگن دومانس، ولی من نخواستم کلمه دیوانگی به کار ببرم، من بیعقلی بهتره. یک آلزایمر یک نوع بیعقلیه که در نزد افراد مسن شیوع داره و تقریبا 65% دیوانگی ها رو دربر میگیره. کلمه دیوانگی که در اینجا به کار رفته منظور مشکل سلامتی مغزه که به طور غیر قابل برگشت فعالیت خودش رو از دست میده و به طور مشخص در آغاز بیماری به آهستگی ولی تدریجی شخص حوادث اتفاق افتاده اخیر رو از یاد میبره. فرق بین پیر شدن طبیعی و بیماری آلزایمر. جود پواریه، دانشمند مرکز دانشگاهی بخش سلامتی مغز دانشگاه داگلاس، اینجوری عقیده داره: از سنین 30 تا 40 سالگی به بعد به تدریج هر 10 سال بین 4 تا 10% نرون های مغز ما از بین میرن و اگر می توانستیم 150 تا 160 سال زندگی کنیم هممون دچار آلزایمر می شدیم. همینطور بیماری پارکینسون، زیرا اگر سلول های مرکز حرکات 70 تا 80% از بین برن دچار پارکینسون می شیم و اگر در مرکز حافظه این اتفاق بیفته دچار آلزایمر میشید. این مسئله در پیری طبیعی اتفاق میفته، ولی چون ما به این سنین نمیرسیم باید در نظر داشت که این بیماری ها نوعی پیر شدن زودرس میباشد که در سنین 60 تا 65 سال پیش اومده. البته بنده شخصا عقیده دارم که یه موقعی خواهد رسید که عمر بشر به 150 سالم برسه و اون موقعیه که وضع تغذیهش عوض بشه، وضع محیط زیستش عوض بشه. به من و شما ها نمیرسه، خوشحال نشید، ولی خب شاید 200-300 سال دیگه پیش بیاد. بیماری آلزایمر در حدود 1% اشخاص 65 تا 69 و 20% اشخاص 85 تا 89 و 40% افراد 90 تا 95 سال رو مبتلا می کنند. به نظر می رسد که از هر 8 نفر مرد یک نفر و از هر 4 نفر زن یک نفر در طول زندگی با آن دچار می شود و علت این که تعداد خانم های بیمار 2 برابر آقایونه اینه که خانم ها عمرشون طولانی تره و در نتیجه امکان دچار شدن بیشتری دارن. اینجا در استان کبک معمولا خانم ها 15 سال بیشتر از آقایون همسن سال خودشون عمر میکنن. به علت زیاد شدن طول عمر بیماری بیشتر دیده می شود و به نظر می رسد که در 20 سال آینده
در کانادا تعداد بیماران دو برابر شد. حالا علل بیماری چیه؟ برای اکثر بیماران بیماری آلزایمر به علت همکاری چندین عامل مختلف تولید میشه که پیری عامل اصلی اونه. بیماری های قلبی عروقی، فشار خون بالا، کلسترول بالا، چاقی عواملی هستند که کمک به پیشروی بیماری می کنند. احتمال اینکه بیماری های عفونی و مواد سمی هم در بعضی مواقع از علل کمک کننده باشند هم هست. تماس مداوم با آلومینیوم که در آب نوشیدنی، ظروف آشپزخانه و غذاها هست، طبق مطالعاتی که تا امروز انجام شده گویا تأثیر زیادی نداره. طبق مطالعات اخیر گویا بیماری بیشتر در نزد افرادی دیده میشه که آمادگی ژنتیکی دارن. مطالعات جدید نشون میده که حدود 60% از بیماران مبتلا به آلزایمر حامل ژنی هستند به اسم ژن APOE4، یعنی ژن اپولیپوپروتئین E4. البته نوعی بیماری آلزایمر ارثی نیز وجود داره، ولی فقط 800 فامیل در دنیا شناخته شدن که این بیماری رو دارن و فرزندان این فامیل ها 50%شون مبتلا به بیماری میشن. ولی حتی اگر چند عضو یک فامیل هم مبتلا شده باشن، نمیتونیم بگیم که این بیماری ارثیه در اون فامیل. تغییر حالت دادن مغز. دکتر آلو آلزایمر، متخصص اعصاب اهل آلمان که نام بیماری از او گرفته شده، در سال 1906 در حال اتوپسی خانمی که بر اثر جنون مرده بود متوجه شد که در مغز جسد پلاک های غیر طبیعی و در هم رفتگی سلول های عصبی وجود دارد که بعد به عنوان علائم فیزیولوژیکی مهم بیماری آلزایمر شناخته شده. سه عامل مهم فیزیولوژیکی در مغز افراد مبتلا دیده میشه. اولیش تجمع بتا آمیلوئید که در مناطق کورتیکال مغز جمع میشه و تولید پلاکایی میکنند که باعث مرگ نورون‌ها یعنی سلول‌های عصبی میشن. دومیش تغییر حالت دادن پروتئین‌های اصلی مغزه، به طوری که باعث میشه نورون‌ها در هم پیچیده شده و تغییر حالت بدن. سومیش انفلاماسیونه که در حال حاضر درمانی وجود نداره که این تغییر حالتهای پاتولوژیک رو به حالت اولیه برگردونه. پیشرفت بیماری به تدریج در چندین سال انجام میشه و این پیشرفت در همه افراد یکسان نیست. بیماری معمولا در حدود 60 سالگی شروع میشه و وقتی تشخیص داده شد امکان زنده ماندن بیمار بین 8 تا 12 ساله. هرچه بیماری در سن بالاتری شروع بشه سرعت پیشرفت اون بیشتره. اگر بیماری در سن 60 تا 65 سالگی مشخص شد، امید زنده ماندن بیمار 12 تا 14 سال است و اگر در سنین بالاتر به وجود آید، امید به زنده ماندن بین 5 تا 8 سال است. بیماری در مرحله سبک
کم حافظگی گاهگاهی دیده میشه و چیزهای کوتاه مدت فراموش میشه و شخص اطلاعات جدید در مثلا در یک شماره تلفن جدید رو به خاطر نمیاره و شخص مجبوره که در یک دفترچه کوچیک نوت برداره، بنویسه که یادش نره و یا از اطرافیانش سوال کنه. من فکر کنم این مرض رو از بچگی داشتم که شماره تلفن ها یادم نمیمونه. در این مرحله هنوز مشخص نیست که آیا بیماری آلزایمر است یا نه. با گذشت زمان این علائم میتونه ثابت بمونه یا بهتر بشه. تشخیص وقتی داده میشه که فعالیت های دیگر مغزی هم خوبی کار نکنن و شخص مشکلاتی در حرف زدن، تشخیص اشیا، تعادل حرکات و غیره پیدا کنه. بیماری در مرحله متعادل که فرانسه بهش میگن مدره، بیمار به تدریج دچار اشکالاتی در انتخاب کارهاش میشه و تصمیم گیری براش سخت میشه. مثلا به تدریج کنترل حساب پول و خرجش رو از دست میده. حالا همشهریامون رو دادم، وای من این مرضم این از نوجوانی داشتم، هیچ وقت نه حساب پولمو داشتم نه کنترل خرجمو، پس هیچ امیدی به بهبودی من نیست. البته بیمار خودش نمیتونه برای کارهای روزانه خودش تصمیم بگیره و به تدریج نمیتونند مطالب جدید را یاد بگیرند و به خاطر داشته باشند، ولی خاطرات نوجوانی و جوانی را به خوبی به خاطر دارند. مرحله از اوائل تعادل تا تعادل پیشرفته این یک مرحله عبوریه که گاهی مشکلات اخلاقی غیر طبیعی در شخص دیده میشه. مثلا شخص دچار خشونت و یا گفتار کلمات زشت و ناهنجار میشه. مرحله پیشرفت بیماری، در این مرحله بیمار باید تحت مواظبت دائمی و یا اقامت در مراکز بهداشتی مخصوص باشه و مشکلات روانی از اینجا شروع میشه، مثل دیدن و شنیدن تصورات خیالی و ترسیدن از آنها، که بیماری با از دست دادن حافظه و جهتیابی شدیدتر میشه و اگر تحت مراقبت نباشند میتونن ساعتهای طولانی در حالت آوارگی و بیهودگی قرار بگیرن و بدون اینکه بفهمند کجا میرن به راه رفتن ادامه میدن. بیمار در هر مرحله از بیماری میتونه به علت بیماری دیگری بمیره، ولی در مرحله پیشرفته خود آلزایمر یک بیماری کشنده حساب میشه، مثل بیماری سرطان. علت مرگ بیشتر بیماران نمونیاست، یعنی سینه پهلوه، که بر اثر اشکال در بلع پیش میاد و مقداری از آب دهان یا مواد غذایی یا نوشیدنی از راه لوله های تنفسی وارد ریه ها میشه و تولید عفونت میکنه و این بر اثر پیشرفت بیماری پیش میاد. حالا تشخیص بیماری، پزشک باید نتیجه آزمایشات پزشکی مختلفی را مطالعه کنه تا بتونه تشخیص بده. اول از همه میخواد بدونه که چگونه و در چه مواردی کمبود حافظه و مشکلات دیگری در زندگی شخص پیش میاد و چگونه روی زندگی روزانه اون اثر میذاره. بعد احتیاج به آزمایشات پزشکی دیگری هست تا مشخص بشه که این علائم بر اثر بیماری دیگری و یا مشکلات سلامتی دیگری مانند کمبود ویتامین B12 و
و یا بدکاری غده تیروئید یا یک سکته خفیف مغزی یا دپرسیون و سایر مشکلات سلامتی دیگری نیست. بله، آزمایش های نشان دهنده قدرت درک و فهم شخص که میتونه شامل تست های بینایی، نوشتن، حافظه، پیدا کردن راه حل برای مشکلات و غیره انجام بشه. در صورت لزوم پزشک ممکنه پیشنهاد کنه که یک آزمایش تصویری مغزی، یعنی تصویرهایی که از مغز گرفته میشه، برای دیدن ساختمان و فعالیت قسمت‌های مختلف مغز انجام بشه که ممکنه یکی از این آزمایشاتی که عرض میکنم باشه. اولیش تومودانسیتومتریه که یک سری عکس برداری از مغز توسط اشعه ایکس انجام میشه، و دومیش امارای یا ایرمه که بهش میگیم رزونانس منیتیک، که به جای اشعه ایکس از نیروی مغناطیسی استفاده میکنه و تصاویری بسیار دقیق تر و متفاوت تر از اون تومودانسیتومتری تولید میکنه. به اون تومودانسیتومتری کت اسکن هم میگن، سی تی اسکن هم میگن. یک آزمایش دیگری هم هست که یک بهش میگن توموگرافی پار امیسیون ده پوزیترون یا پت اسکن. یک ماده رادیواکتیو به بدن تزریق میشه که نشون دهنده فعالیت های مغز و قسمت های مختلف مغز بر اثر درجه تحریک شده به رنگ های مختلف در روی اکران دیده میشن. با همه این آزمایش ها امکان این که بیماری تشخیص داده نشه هست و بیماری پیشرفت میکنه و با پیشرفت علائم مشخص میشه که این شخص آلزایمر داره. متاسفانه امروز تشخیص 100% بیماری فقط پس از مرگ و باز کردن جمجمه و مطالعه مغزی تشخیص داده میشه. البته امید هست که بعداً تشخیص بهتری داده بشه. مطالعات زیادی برای تشخیص بهتر بیماری در مراحل اولیه انجام میشه که شاید روزی بشه در مرحله سبک بیماری اون رو تشخیص داد. فعلا بیماری موقعی تشخیص داده میشه که چند سالی است که بیماری در مغز شخص نفوذ کرده. یک آزمایش خون که توسط دانشگاه استنفورد پیدا شده میتونه تشخیص بده که آیا امکان زیادی هست که شخص در 2 تا 6 سال آینده دچار عوارض اولیه بیماری بشه. این آزمایش تا 90% دقیقه و میزان 20 نوع پروتئین خون رو نشون میده و باعث امیدواری برای عقب انداختن بیماری و یا آهسته کردن پیشرفت اون. علائم بیماری: خراب شدن حافظه در کوتاه مدت، حافظه کوتاه مدت، خراب شدن حافظه کوتاه مدت به خاطر نیاوردن نام اشخاصی که جدیداً ملاقات شدن و یا چیزهایی که اخیراً اتفاق افتاده. اشکال در به خاطر آوردن مطالب جدید، اشکال در انجام کارهای معمولی روزانه مثل قفل کردن در با کلید، خوردن داروها، پیدا کردن اشیا، اشکال در حرف زدن، پیدا کردن کلمات، اشکال و یا عدم قابلیت برنامه‌ریزی، مثل اینکه نتونه غذاشو بپزه یا بودجه مخارجشو حساب بکنه، از اینطور چیز. بعد از دست دادن تدریجی حس جهتیابی و یا درک وقت، و بعدیش اشکال در تشخیصه.
هفتمیش در تشخیص افراد، هفتمیش اشکال در تشخیص و درک حقایق کارهای روزمره است. بعد از دست دادن حافظه دور، بیمار حتی خاطرات کودکی و نوجوانیش هم یادش نمیاد. عوض شدن اخلاق و رفتار و شخصیت و بالاخره اشکال در حرف زدن. حالا چه کسانی ممکنه، چه کسانی در خطر مبتلا شدن هستن، چه کسانی ممکنه مبتلا بشن؟ همه افراد 60 سال به بالا در خطر مبتلا شدن هستن، چون که علت اصلی بیماری سن شخصه. و بعد خانم ها خیلی بیشتر از آقایون مبتلا میشن. اشخاصی که پدر، مادر، خواهر یا برادر اونها دچار آلزایمر شده، امکان مبتلا شدنشون 10-30 برابر بیشتره از دیگران. حالا چه عللی ممکنه در خطر مبتلا شدن رو بیشتر بکنه، باعث در خطر مبتلا شدن بشه؟ اولیش فشار خون سیستولیک. وقتی فشار خون شخص بالاست، کلسترول بالا، دیابتی که تحت درمان دارویی نبوده، استعمال دخانیات. علل دیگری هم هستن که به مهمی این چارتا نیستن ولی هستن. یکی صدمات وارده به جمجمه که با بیهوشی همراه باشه، مثل صدمات ضربات وارده به سر بوکسورها یا بازیکنان هاکی، چاقی زیاد و داشتن سابقه دپرسیون. اینا همه کمک میکنه به اینکه امکان این که شخص دچار بشه بره بالا. امکانات پیشگیری در حال تحقیق خیلی هست. اولش کم کردن خطرات مبتلا شدن. امکان خطر مبتلا شدن به آلزایمر با دارو زندگی سالم داشتن، غذای سالم، ورزش و غیره هست. جلوگیری از بعضی عوامل تولید خطر مانند فشار خون بالا، دیابت، کلسترول بالا و مصرف دخانیات. اینا رو میشه از این عوامل خطر دوری جست. تغذیه. تحقیقات نشون میده که بعضی از رژیم های غذایی میتونند از تولید آلزایمر به علت عقب انداختن پیری کمک کنند. و سه مورد زیر در حال مطالعه است، در حال تحقیقه. اولیش رژیم مدیترانه‌ایه. این نوع رژیم غذایی مخصوص کشورهای اطراف مدیترانه از بیماری‌های عروقی جلوگیری کرده و امید به زندگی رو بیشتر میکنه. در این رژیم مقدار زیادی روغن زیتون، البته خام، میوه سبزی و ماهی مصرف میشه که میتونه باعث پیشگیری آلزایمر بشه. یک مطالعه روی 2258 آمریکایی که وزن تغذیه آنها مشابه رژیم مدیترانه‌ای بوده نشون داده که امکان کمتری برای دچار شدن به بیماری رو داشتند. همینطور تعداد افرادی که از بیماری از این دنیا رفتن کمتر بوده. محققین فکر میکنن که علت آن محافظت نورون ها بر اثر مقدار زیاد آنتی اکسیدان ها در این رژیم تولید میشه، در این رژیم هست. بعد رژیم های کم کالری. رژیم های کم کالری باعث عقب افتادن پیری و اضافه شدن عمر میشن. دانشمندان میخوان بدونن که آیا مقدار کالری جذب شده در روز تأثیری بر روی بیماری داره یا نه.
دانشمندان آمریکایی یک مطالعه 4 ساله برای 980 نفر که معدل سنی اونها 75 سال بود انجام دادن و در طی این تحقیق 242 نفر مبتلا به آلزایمر شدند. افرادی که غذای پرکالوری می‌خوردند آمادگی به بیماری را به علت داشتن پروتئین APOE4 داشتند. بیشتر از کسانی که غذای کم کالوری می‌خوردند مبتلا شدند. مطالعات روی حیوانات نشون میده که غذاهای کم کالوری باعث مقاومت بیشتر نورون‌های مغز در مقابل آلزایمر، پارکینسون و سکته های مغزی میشه. ورزش های مغزی. دانشمندان معتقدند که داشتن یک روحیه فعال در طول زندگی باعث بهتر شدن فعالیت های بین نرون ها یا همون سلول های عصبی میشه که باعث عقب افتادن جنون میشه و عده هم عقیده دارند که داشتن معلومات بالا باعث جواب دادن به سوال های مربوط به آلزایمر میشه و در نتیجه تشخیص بیماری رو عقب میندازه، تولید بیماری رو عقب میندازه. هنوز در حال حاضر معلوم نیست که آیا فعالیت‌های زیاد مغزی باعث پیشگیری از بیماری می‌شوند یا نه. یک مطالعه اپیدمیولوژیک برای خواهران روحانی انجام شده که بهش میگن نان استادی در سال 1986. این برای خواهران روحانی یک مدرسه به اسم مدرسه سیسترز آف نوتردام که معادل سنی اونها 85 سال و بین اونها تعداد زیادی بالاتر از 90 سال داشتن نشون میده که میزان آلزایمر در آنها به میزان زیادی کمتر از سایرونه. این خواهران دارای سطح معلومات بسیار بالا و فعالیت‌های مغزی سخت برای سنشون دارند. به خاطر داشته باشیم که هورمونوتراپی جانشین در خانم‌های یائسه و مصرف آنتی انفلاماتوارهای غیر استروئیدی مانند آسپرین و ایبوپروفن میتونن نوعی محافظت در مقابل بیماری آلزایمر بکنن. درمان‌های دارویی. امروزه امکان درمان بیماری آلزایمر وجود ندارد، مثل خیلی از بیماری‌های دیگه، ولی داروهایی وجود دارد که علائم بیماری رو کم می‌کند و در بعضی موارد باعث بهتر شدن فعالیت‌های مغزی می‌شود. روش‌های درمانی که در حال حاضر به صورت آزمایشی به کار می‌رند، اینا باعث جلوگیری از پیشرفت‌های پاتولوژیک بیماری استفاده می‌شه و به عنوان یک امیدی برای درمان به کار می‌رند. مؤثر بودن درمان پس از تجزیه و تحلیل آزمایشات توسط پزشک پس از 3 و 6 ماه انجام میشه، یعنی بعد از 3 ماه بعد از 6 ماه آزمایش ها همه تکرار میشه و دیده میشه اگه درمان مؤثر بوده یا نه. اگر درمان مؤثر بود که خب ادامه داده میشه، وگرنه دارو باید عوض میشه. داروهایی که عرض میکنم اینا با نسخه پزشک تعیین میشه و از قبل نمیشه تشخیص داد که کدوم دارو برای بیمار موثره. بعضی وقتا باید چندین ماه طول بکشه تا اثر یک دارو مشخص بشه. مطالعات نشون میده که پس از 1 سال مصرف دارو 40% بیماران وضعشون بهتر شده
40% ثابت مونده، برای 20% هم که اثری نداشت. داروهایی که از فعالیت کولینستراز جلوگیری میکنه معمولا برای سمپتوم های سبک و متعادل به کار میره. این نوع داروها باعث تجمع استیلکولین ها در بعضی از نقاط مغز میشن. استیلکولین باعث تبادل پیام های عصبی بین نرون هاست. اشخاص مبتلا به آلزایمر مقدار کمتری استیلکولین در مغزشون دارن، زیرا تخریب سلول های عصبی باعث کم شدن تولید این ماده شیمیایی میشه. مطالعاتی که در حال حاضر دارن انجام میدن شامل دو سری مطالعه هستن. اولی چطور میشه این پلاک های پروتئین بتا آمیلوئید رو از بین برد، که برای اون از تزریق آنتیکور هایی که باعث تخریب این پلاک ها میشن استفاده میشن. این پلاک ها مهمترین عامل فیزیولوژیک بیماری هستن. یک نوع اون در حال مطالعه است و نوع دیگر اون باعث فعالیت های سلول های دیگر مغزی میشن که میتونن پلاک ها رو از بین ببرن. فعالیت های پزشکی. پزشکان شدیداً بیماران را به فعالیت های ورزشی تشویق میکنن، زیرا باعث تقویت عضلات و نیروی بیمار، سلامتی قلبی و عروقی، بهتر شدن خواب، حرکت بهتر گردش خون، بهتر شدن رفتار و زیاد شدن انرژی و همچنین آثار مفید در نگهداری حرکات بدن و آرامش دهنده است. بله، این فعالیت ورزشی باعث نرمی بدن و تعادل اون میشن و امکان صدمه دیدن در سقوط رو کمتر میکنن. اشخاصی که مواظب این بیماران هستن میتوانن با یک تیر دو نشان بزنن، خودشون هم با اونا ورزش کنن. همکاری اجتماعی به عنوان یک عامل درمانی مهم به کار میره. پزشکان توصیه میکنن افراد فامیل و کمک درمان کننده های درمان استراتژی های زیر رو به کار ببرن. اولیش ملاقات های مرتب با بیماران، دادن راه حلی برای مشکلات آنها طبق احتیاجشون، بعد کمک به حافظه اونا بکنن، برای اونها در منزل یک زندگی آرام تهیه کنند، برایشون برنامه خواب تهیه کنند، مطمئن باشن که محل زندگی اونها بی خطره یا کم خطره، مواظب باشن که اونها همیشه یک کارت دافر منظوره که نشان دهنده وضع سلامتی اونهاست همراه با شماره تلفن در جیبشون باشه تا اگر گم شدن از اون استفاده کنند. برای مکالمه بهتر با بیماران چند راهنمایی که عرض میکنم اینا مفیده. اولیش کارهایی رو که باید انجام داد. به بیمار از روبرو نزدیک بشید و مستقیما به چشماش نگاه کنید و در صورت لزوم خودتون رو معرفی کنید. مثلا من در آقای فلان کس پدر شما هستم یا عموی شما هستم. با محبت و بدون خشونت با آرامی صحبت کنید. از جملات ساده و کوتاه استفاده کنید. توجه کنید که نشون بدین که اون کسی داره با شما حرف میزنه شما به حرفاش گوش میدید.
حرفاشو قطع نکنین و براشون دلیل نیارین که اشتباه میکنن. یک سوال بکنید و صبر کنید و زمان لازم را با آنها بدهید تا جواب بدهند. راهنمایی هایتون مثبت باشه. مثلا به جای اینکه بگویید نرو به زیر زمین، بگید بیا بریم توی حیات. اگر شخص نمیتونه تصمیم بگیره راهنماییش کنید. محبت کنید، صبر داشته باشید، او رو بفهمید، دستش رو بگیرید، اگر امکان داره اگر فکر میکنید مفیده او رو در آغوش بگیرید. آنچه که نباید کرد، اگر متوجه حضور شما نیست با او صحبت نکنید، غلطش رو در حرف زدن نگیرید و جر و بحث هم نکنید، با او مثل یک بچه رفتار نکنید. خب حالا بریم سراغ طب مکمل. برای پیشگیری اولیش روغن ماهیه که برای پیشگیری پیشنهاد میشه. بیشتر از یک دو جین مطالعات اپیدمیولوژیکی که بر روی بیش از 2000 نفر در سال 2007 انجام شد نشون داد که رابطه ای بین مصرف اومگا 3 و بیماری هست، مخصوصا در خوردن ماهی هایی که باعث میشن، ماهی هایی که چرب هستن و این باعث میشن که امکان مبتلا شدن به بیماری های بیعقلی مخصوصا آلزایمر کمتر بشه. مطالعات نشون داده که کسانی که میزان اومگا 3 یا اومگا 3 یا اومگا 3 در خونشون پایینه، اینها بیشتر دچار کم بوده درک مسائل میشن. چندین مطالعه بر روی حیوانات نشون داده که غذاهای سرشار از اومگا 3 از بیماری های پیش رونده تخریب سلولی محافظت میکنه. در انسان مطالعات کلینیکی بر روی بیش از 10,000 بیمار دارای نتایج خوب داشته، ولی دقیقا نمیشه اظهار عقیده کرد. بعدیش ویتامین ای یا ویتامین ای یا ویتامین او. دانشمندان عقیده دارند که این ویتامین به علت داشتن خواص آنتی اکسیدان میتونه برای پیشگیری و کم کردن سرعت بیماری به علت جلوگیری از صدماتی که اکسید کننده ها در مغز تولید میکنن به کار بره. مطالعات اپیدمیولوژیکی و کلینیکی این رو ثابت نکرده و استفاده از مقادیر بالای این ویتامین باید تحت نظر پزشک انجام بشه. دو مطالعه سنتز چاپ شده در سال 2005 استفاده از ویتامین او رو توصیه نمی کنه، تجویز نمی کنه. حالا برای درمان، برای درمان اولین چیزی که پیشنهاد میشه جینکو بیلوبا، یک گیاهیه. چندین مطالعه کلینیکی و متاآنالیز نشون داده که این گیاه سمپتوم های بیماری را در مرحله سبک اون آرام میکنه. 4 مطالعه بزرگ نشون داده که اثر اون از داروهای کلاسیک کمتره و یه مطالعه نشون میده که نخیر، مثل همونه. یک مطالعه هم اخیراً در سال 2010 انجام شد که روی 9 تا مطالعه کلینیکی که بر روی 2000 بیمار انجام شده بود نشون داد که این گیاه بسیار مؤثرتر از پلاسبو و عوارض حسی، حواسی، حرکتی همه رو که در مراحل پیشرفته بیماری بوده آرامش داده.
علتش مشخص نیست، ولی فکر میکنیم که بر اثر اینه که گردش خون رو بهتر میکنه و خاصیت آنتی اکسیدان مهم میداره. بعدش یه گیاه چینیه به اسم هوپرزین. عصاره این گیاه باعث میشه که در مغز استیل کولینستراز تولید نشه و هم این گیاه دارای خواص داروهای کلاسیک که برای این مسئله به کار میرن رو داره و از تولید کلسترول جلوگیری میکنه و این باعث بهتر شدن حافظه و رفتار بیمار میشه، چون باعث بالا رفتن میزان استیل کولین در مغز میشه. مطالعات دیگری هم انجام شده که چون وقتمون در حال پایانه خیلی خلاصه میگم، یکیش موزیکوتراپیه، درمان با موزیک، یکیش درمان با اومگا 3 که با دوز با مکمل های ویتامین ای استفاده میشه، اومگا 3. بعد یکیش نرو استیمولان الکتریکه که بهش میگن تنس، دستگاهی که رو پوست میکشن و این مثل یه سری مورچه رو دستون داره رو میره اینطور نیش میزنه، یا مثل این که یه چیز سوهان تیزی رو در رو دستون میکشن. یکی دیگرش گیاهیه به اسم، اینجا بهش میگن سول، فارسیش میشه مریم گلی. مریم گلی 4 ماه به 49 تا بیمار دادن و وضعشون خیلی بهتر شده. یه گیاه دیگری هم هست که به فرانسه بهش میگن ملیس، فارسی بهش میگن بادرنج بویه. اون هم به علت مواد خاصی که داره باعث بهبودی شده. یک مطالعه برای 42 نفر انجام شده که نتیجهش رضایت بخش بوده. زوتراپی یا حیوان درمانی، آرت تراپی، یعنی درمان با هنر، مخصوصا با نقاشی. سعی کنید در مقابل مصرف آلومینیوم قرار نگیرید، از ظرفای آلومینیومی استفاده نکنید، نوشابه هایی که در ظرف آلومینیومی هستن مصرف نکنید. یه ذره دیگه مونده خدمت رو عرض کنم. یه 3 تا چیز دیگه هست که دارن روش مطالعه میکنن. اولیش گیاهی به اسم لوند، بنفش رنگ، عطر خوبی هم داره. تو دیکشنری نوشته که به فارسیش میگن استخدوس. بعد همون زردچوبه خودمونه که بعضی از چیزایی که در کورکومین وجود داره اینها روی مغز اثر میذاره. استودهای کلینیکی در حال انجامه. و بعدش هم یه گیاهی بهش میگن، اینجا بهش میگن پتی پریوانش. من تو 2 تا چیز پیدا کردم، تو 2 تا دیکشنری نگاه کردم، ترجمهش بود گل تلگرافی. اصلا من 40 سال از ایران بیرون اومدم و بر نگشتم و کتابای دیکشنری که دارم، یه بقول ما دیکشنری که دارم، مال 50 سال پیشه. حالا ممکنه این گل تلگرافی اسمش عوض شده باشه گل ایمیلی. وقت بنده اینجا تموم شد. همه شما را به خدا می سپارم و امیدوارم به قول شاعر تنتان به ناز طبیبان نیازمند نباد. تا برنامه آینده و برنامه های آینده، روز خوش. آقای خراسانی هم می بخشن که ما 1-2 دقیقه از وقت ایشون را هجمه کردیم. فعلا خداحافظ شما تا برنامه های بعد.